هی جبلی خون خیلی قشنگه مگه نه؟ آره ولی حیف که ما پولش نداریم. مگه تو نگفتی جورش میکنی؟ خب دیرم که کردم. اصلا این موتور به چه دردتون میخوره؟ نمیتونی که سوارش بشی؟ تازه جواب مادرتو چی بدم؟ همین که سر و کله موتور تو خونه پیدا بشه با یه اردنگ حاجت مرخصه. بیا و ما رو انو خوردن ننداز داشلی آقا. الحق که خیلی ترسوی آقا کریم. روتو برم. آره جونم من که ترسوام هیچی، پدر جدم هم ترسو بوده. نه ترس آقا کریم، من نمیذارم بیرونت کنه. موتور یه گوشی قایم میکنی. تازه اگرم بفهمه میگم خودم خریدم. به جدم قسم میخورم. آخه پس چرا حرف حساب سرت نمیشه؟ خودت میدونی که پولمون جور نیست. اگه تو بخوای جورش میکنی. آخه چه جوری؟ خیال میکنی تو این مدت چقدر جمع کردین؟ مگه با این پولا میشه موتور خرید پسر؟ خب بقیهش هم جمع میکنی. ببینم تو اصلا چرا رو راست به مادرت نمیگی و ما رو از این مخمصه خلاص نمیکنی؟ ها؟ نه آقا کریم، من اصلا موتور نمیخوام. آفرین بزن. حیف اون چشای قشنگت نیست که با عشق داری خیسش میکنی. من تو من قول نهده بودی که دیگه گریه نکنی ها؟ لا. تو هم خیلی قولا دادی و حالا زدی زیرش. خیلی خوب، خیلی خوب. تو جلو اون اشکاتو بگی، منم مرد مردونه بهت قول میدم که ببرمت موتور سواری. حالا خوب شو؟ میدونستم آخ کری، میدونستم که تو نامرد نیستی. آخه کریم رفته فرودگاه عقب مامانم. پس بگو گله به این قشنگی رو واسه چی خریدی؟ منم اگه جای تو بودم واسه مادرم بهتر از اینشو میخریدم. آخه جون مامانم اومد. خیلی خوب بابا جون برو. قصه نداره پسر. خب لابد گیر کرده، حتما برنامه چیزی واسش پیش اومده. آره لابد بهرام خونش نذاشته که بیاد. تو را خدا بس کن علی، اون بدبخت چه مربوطیه؟ از کجا که ما اشتباه کرده باشیم؟ حتما تاریخ تلگراف رو عوضی خوندی. بی خیاله هر جا باشه دلم برش تنگ شده. آخه
کجاست خانم؟ بله عالی بود. ماما جیو بی خبر تو برای یک دقیقه آدم رو راحت نمیذارن. سلام خانم. سلام آقا خانم. ماما جیو نه علی برنامه چی؟ بله فعلا که تازه از مسافرت آمدم و خیلی هم خستم، مجددا به یک استراحت ماما اجازه بدید برید خانم. وای وای الهی قربونت برم من، تو چطوری تو این شلوغی تونستی بیای اینجا؟ خانم خانم ممکنه بگید پسر بال مردم چی خواهد افراد از این چه جمعه آقا 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 نه فعلا کجا برنامه اجرا میکنی؟ هنوز معلوم کی برنامه اجازه بدید یه اگر اجازه بدید اجازه بدید من رو هیچ چی نمیدونم تو بهتون بگید. دیگه جایی نباید بری. نه جونم تمام روزو با هم هستیم. پس باید قول بدی هر جا که خواستم منو ببری. باشه عزیزی دیگه قول میدم. بهتره قول 100% نمی کنم. برنامه فرداتون هنوز معین نشده. به جهنم که نشده. اصلا میدونی چرا ازت خوشم نمیاد؟ واسه اینکه هیچ وقت نمیذاری مامانم تو خونه پیش من بمونه. دلخور نشه بله، این فقط یه حدسه. حالا نمیشه با حدست نزنی تو ذوق این بچه. تو بهتره سرت تو کار خودت باشه. چش ببین بی خودی خودتو لوس نکن عزیز دلم، دیگه باید بری تو اتاقت. چرا خدا ماما، خواهش میکنم. ایوا آخه تو دیگه مرد شدی، خوب نیست پیش مادر بخوابی. فقط همین امشب. خیلی خوب، ولی فقط همین امشب. کاش میشد همیشه پیشم بمونی. این جدایی ها موقتی عزیزم، چشم به هم بذاری تموم میشه. کی آخه؟ پس کی؟ دلم میخواد هر شب پیش تو باشم. خیال میکنی من دلم نمیخواد؟ به خدا علی جون آرزومه. پس چرا تنها میذاری و میری؟ واسه اینکه تو خوب زندگی کنی، درس بخونی، واسه خودت آقا بشی. من این چیزا رو نمیخوام. کاشی چی نداشتیم ولی هر شب پیشت بودم. جون فعلا که هستی. ببین عزیز دلم، بهتره دیگه بخوابی که بتونی صبح زودتر پاشی. باشه؟ شب بخیر. شب بخیر مامان جون. بخواب عزیزم، بخواب. مامانم خوابیده. چی میخوای علی جون؟ بدش به من.
خودم براش میبرم. ممکنه خانم ناراحت بشه. از کجا که خوشحال نشه، بدش به من. خیلی خوب، بیا، ولی مواظب باش نندازی. خیلی خوب. کی؟ صبونتون رو آوردم. خب چرا معطلی؟ بیار تو. سلام علی. سلام. صبح بخیر خانم. صبونتون حاضره. بذارینش اینجا لطفا. اطاعت. دیگه فرمایشی نداری؟ چرا؟ ممکنه خواهش کنم یه ماچ از اون لپای قشنگتون به من بدین؟ لطفا خیلی آبدار باشه. فکر صورت حسابو کردی؟ اه، مگه بازم نرختون فرق کرده؟ بله، مدت هاست که یه لونا پارکو همین که هست، میخوای؟ والا، با اینکه خیلی گرونه، آره، میخوام. بفرمایید. اول من. باشه، الحق که پیش خدمت پر روی هستی. بزرم نه، علی یه چیز دیگه است. زمین تا آسمون فرق میکنه. آره، کاش میتونستم همیشه پیشش بمونم. ایشالله که میتونی. امروز به هم خیلی خوش گذشت، ولی حیف که. حیف که چی عزیزم؟ میدونی مامان چند وقت منو به لونا پارک نبردی؟ نه دیگه علی جون، ببین به حد کافی تفریح کردی، آخه بیشتر از این خستت میکنه. کو گوش شنوا، اینجاست که علی آقا میگه مرگی پا داره. تو دیگه سوسه نیا، از لجه تو هم که شده باید امشب بریم. خیلی خوب علی جون، با این سر و وضع که نمیشه رفت، لااقل بریم خونه لباسمون رو عوض کنیم. باشه، به شرطی که نزنی زیر قولتا. بح، تو هم که فقط بلدی از آدم سند بگیری. کار همیشگیش خانم. تا چشم درو. کریم گفت میخواییم بریم بیرون. آره درسته، میخوام علیو ببرم لونا پارک. متاسفانه باید کنسلش کنی. چی؟ نکنی میخوایی سر به سرم بذاری؟ نه جدی میگم، یه برنامه فوق‌العاده که زمنا خیلی هم مهمه. جواب علیو چی بدم؟ آخه من بهش قول دادم. کارتو مهمتره، یه جوری حالیش کنی، چاره ای نیست. خیلی خوب، سعی خودمو میکنم. به 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 به، چه شیکیدی؟ سطل رو کجا میبری؟ باباش رو در میاره. ببینم لونا پارک به هم خورد. لونا پارک بی لونا پارک هم؟ یه بلایی سرش میارم که دیگه از این ورا پیداش نشه. نفهمیدم چیکار میخوای بکنی ها؟ فیلم کن ترسو. به من میگه تو وایس ببینم. خیلی خیلی بد شد. میبخشید، انشالله از این به بعد همونطور که شما میخواین ترتیبشو میدم. آخه تو که مدیر برنامه های من هستی، باید قبلا منو در جریان بذاری. من مقصر نیستم، کار دیگه پیش میاد. علی، علی کجاست؟ نمیدونم، شاید رفته باشه پایین. زود باش دیگه بابا، الان ممکنه مامانت سر برسه. تموم شد، حالا میفهمی با کی طرفه. منو بذار پایین. بیا زود باش دیگه، بسا جمع کن فلنگو ببند. یالا بودو بیا. بودو میرسم. یعنی چی؟ آخه کجا ممکنه رفته باشه؟ حتما داره سر به سر کریم میذاره. فرض نکردم اونها داره صورتش میشه. عجب آب خنکیه ها. آره علی جون، کجایی مادر؟ ای بابا، تو که دل منو شور انداختی. داشتم صورتمو میشستم، اگه نمیریم لونا پارک ماما. متاسفم علی جون، من امشب برنامه دارم. مگه قول نداده بودی؟ چرا؟ ببین به محض اینکه برنامه تموم شد، هر جا که دلت خواست میبرمت. قبول اخمون؟ حالا نمیشه امشب نری؟ میدونم اون هیچ وقت نمیذاره ما با هم دیگه باشیم مامان جون. وا، این چه حرفی عزیزم. بهرام فقط وظیفه‌شو انجام میده. تو حتما اینو میفهمی نه؟ باشه مامان جون، منتظرت میشم تا برگردی. آفرین عزیز دل من، حالا شدی پسر خوب.
بفرم ماشین حاضره خانم. احتیاجی نیست، با ماشین بهرام میرم، تو پیش علی باش. بله چشم. این ماشین که عیبی نداره. باشه همونه کار دل ما، عشق و صفا بود، اینم تو زمونه قسمت ما بود، همش کار خدا بود، رضای او همیشه رضای ما بود، رضای او همیشه رضای ما بود. سلام علیکم. چرا بچه رو اینجا خوابوندی؟ تا حالا منتظر شما بود. خیلی خوب، کمک کن لباساشو در بیاریم. پاشو. چشم. ایوا سلام، خوشگل من. تو که بیدار شدی. چرا لباسامو در میاری؟ مگه نمیریم لونا پارک؟ باشه فرد شب، الان دیگه خیلی دیره. تقصیر خودشه، خب میخواد زودتر بیاد. دست خودم که نبود عزیزم، خب برنامه‌م طول کشید. باشه یه شب دیگه میریم، باشه؟ راست میگه، بذار فرد شب، فردام روز خداست. همین الان. باشه فرد شب. همین الان. ده، آخه الان که خیلی دیره علی جان. حالا بریم، اگه بسته بود برمیگردیم. خیلی خوب، کریم، برو ماشین رو حاضر. چشم. خیالت راحت شد عزیزم، دیدی بسته هست. بچه خوب صبونه حسابی میخوره تا پهلوون بشه. بیا بخور قربونش برم. بخور. یارو پیدا شد. کدوم یارو پیدا شد؟ ایوا، این که بهرامه. پس لونا پارک بی لونا پارک. نه عزیزم، قرارمون سر جاشه. صبح بخیر خانم. صبح بخیر، چطور صبح به این زودی؟ حتما خیلی مهمه. درسته، یه جلسه مطبوعاتی بعد از چند تا قرار دارم. کی؟ امروز؟ سلام پهلوان، بازم که غضب کردی، با همون دست نمیدی؟ صبح بخیر. چرا معطلی مادر جون؟ خب با بهرام خان دست بده دیگه. صبح بخیر. صبح بخیر. ای بیادم، این چه کاری میکنی؟ به خاطر این کارت اصلا امروز هیچ جا نمیبرمت. پاشو برو تو اتاقت، زود.
من متاسفم بهرام، اصلا سابقه نداشتی. مانعی نداره، خب بچه هست دیگه، حتما یه فکرهای پیش خودش کرده. تا تو یه چیزی بخوری من میرم حاضر میشم. منتظر تو میشم. متشکرم. لوله رو باز کرده. خیلی نمیکردی پا اون آچار چیه تو دسته؟ خیلی خوب الان خودم میفهمم. بکش کنم اینا. سب کن میرم زیر. کجاشو چیکارش کردی؟ سر در نمیاد. جون مادرت سر جدم راست شو بگو. بگو چیکار کردی؟ ولی به مامانت میگم باز داشتی به ماشین بهرام خان ور میرفتی ها. راستشو بگو. باشه بگو. عوضش منم جریانی پیدا پی و قایم موشک‌بازی هر شب تو و فاطی رو بهش میگم تا حسابی خدمت هر جفتتون برسه. چی؟ گفت به قوزک پات بیاد بچه. حالا دیگه منو تهدید میکنی؟ خیلی خب فعلا اینجا بریم چون ممکنه مامانت سر برسه. بریم تو اومده. بیا. سوار شو. مثل که خیلی دیر شده. راستشو بگو بچه، چه دسته گلی به آب دادی؟ چند دفعه بگم هیچی. اصلا به تو چه مربوطه من چی کار میکنم؟ من هر کاری دلم بخواد میکنم. آخه خدا رو خوش نمیاد، مادر برده جوونه، هزار جور آرزو داره. دارم میام. بفرم. متشکرم. دیدی چه خاکی به سرمون شد؟ مگه چی شده؟ کریم جون نظر مامانم با اون ماشین بره، هر جا شده پیادش کن. آخه مگه چی کار کرده پسر؟ خودم هم نمیدونم، برو جلوشو بگی. آره لالا امانت دست تو. خانم، خانم ببینم خانم، مگه با ماشین خودتو تشریف نمیبرین؟ نه چطور مگه؟ آخه بچه ناراحته، کلی گریه کرده، اگه اینجوری برش کنیم بریم ممکنه کاری دست خودش بده. یعنی چی؟ ببین چه بازی در آورده این یالف بچه ها. آخه بابا جون منم کار و زندگی دارم. ناراحت نشین خانم، بهتره بریم باهاش صحبت کنیم. لا اله الا الله. بفرم باش بفرم. تو برو بهرام، من با اون باشم. برم خان، میگم شما هم تشریف بیارین تو اون ماشین، یه خود نصیحتش کنید. مادرش هست کار. برم خان، برم خان، عطسه کردم سر اومد بی پایین، یه خود نصیحتش. گفتم که به من مربوط نیست. اینقدر خودخوان نباش بی پایین، میگم یه خود نصیحتش کن. راست تو بکش، مگه زده به کلا؟ من دوریت میخوام مرد، جون مادرت بینه، یه خود نصیحتش کن. گفتم گم شو کنه. بی پایین، زبکو، برا که خدا زده پس کلت. تو مربوط نیست. مگه زن و بچه نداری؟ رامت زب نگ خوار مادر داری یا نه؟ به تو چه مربوطه؟ جون خوارت یواشتر برو برا خان. نکنه حالت خوش نیست؟ رانندگی من به تو چه دخلی داره؟ چه شلوغه میزنن نفلت میکنن نومت دار. انگار تو امروز یه چیزیت میشه. بابا به خاطر خودت دارم میگم، یه خود یواشتر برو، یه خود یواشتر برو، نفلت میشه، یواش برو. ممکنه بگی چرا اینقدر سر به سر اون میذاری؟ بهتره خودتون نگاه کنی خانم. دایی من چه بلایی سرش آوردی؟ چیزی نیست مامان، فقط ماشینش رو تعمیر کردم. یواش بهرام، ترمز نداری؟ ترمز نداری؟ معلوم نیست ما اینجا چی کاره ایم؟ راننده ایم، خواننده ایم، راننده ای خواننده ایم. سلام عرض شو قربان. بسم الله الرحمن الرحیم. شما کجا اینجا کجایی فرشتن؟ این شما خودتونی یا روح مرحومتونه؟ خدا بیامرزتون قربان، چه آدم نازنین به در سوخته‌ای بودین والله. حاضرم سند بیگناهی رو صادر کنم، لعنت خدا به من اگه کوچکترین گناهی داشته باشم. به سر جدت به من غضب نکن، بهت اومد نداره. استغفار کن، صدقه بده که سالمی عمرت به دنیا بوده. شاعر میگه گر نگهدار تو آن است که من میدانم، شیشه ها در بغل ما. یواش چشم مواظب باش، بیارش این بردن. خب قربونت برم الهی، اخم نکن دل مادر میگیره. خیلی طول میکشه ماما. نه قربونت برم، چشم به هم بذاری برگشتم. نمیشه منم با خودت ببری؟ نه عزیزم،
تو باید به درس و مشقت برسی. دلم برات خیلی تنگ میشه جونم. خب منم همینطور علی جون. خب نت برم الهی. خب دیگه خداحافظ عزیز دلم، مواظب خودت باشی. خداحافظ مامان. خداحافظ جون شماها، جون علی. سفر بی خطر. خیالتون تخت باشه. به سلامت. مرسی. خداحافظ. قربون شما. دیگه مال خودمون. یکی شو بکن چه کیفی باش میکنیم. با تمام ماشینا کورس میذاریم. اون وقت بیا و تماشا کن. من دیگه موتور نمیخوام. پا تو چی میخوا؟ نه غذا میخوری، نه حرف میزنی، نه میخندی. این که نشد زندگی؟ آخه به من لاکردار بگو دردت چیه پسر؟ من مامانمو میخوام. دلم برای شور میزنی. گریه نکن علی جون، خواب که واقعیت نداره که. فکر کنم رو دل داشتی، حتما سر دلت پر بوده پسر. من مامانمو میخوام کرد. میترسم دیگه اونو نبینم. نکن ده؟ اگه تو نبری خودم میرم پلوش. خول نشو پسر، تا اونجا کلی راهه. هیچ فکر کردی مامانت چه معاملهی با من میکنه؟ یواشکی میری، قبل از این که ما رو ببینه برمیگردیم خونه. ها؟ یواشکی؟ یعنی میشه به یواشکی تو مطمئن بود؟ I'm not.
اونجا داره میره. علی مامان. علی مامان جون. مامان جونم. علی چه سرش؟ تو به اجازه کی بچه من آوردی اینجا؟ فکر مدرسه‌شو نکردی؟ فکر نکردی کاباره جای بچه نیست؟ مامان کریم تأثیری نداره، من مجبورش کردم. ساکت، بذار حرفمو بزنم. من بهش گفتم. تو بگی، اون باید فکرشو میکرد. بهرام درست میگفت، اون تو هم مثل خودش بیبند و بارو سرکش بار میاره. مگه ما چیکار کردیم خانم جون؟ تو خیلی بیجا کردی که پاشدی اومدی اینجا. من احمقو بگو که اختیار بچه‌مو دست کی دادم؟ هیچ فکر کردی که اون چی؟ راستش منم دیگه خسته شدم، نمیدونم اینجا رانندم، نوکرم، للم، پدرم، مادرم، آخه چی چیم؟ باری کلا کریم خان، دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. اینه نتیجه اون همه زحمت؟ کدوم زحمت خانم جون؟ مگه من چه زحمتی واسه شما داشتم؟ واقعا که خیلی بیچشم روی. من احمقو بگو که دلم واسه چه کسی میسوخت؟ واسه یه راننده. راننده؟ من همون راننده ایم که شما جیگرگوشتون استفادین دست من. تقصیر خودم. اگه از روز اول اینقدر بهت رو نمیدادم امروز تو روم وای نمیستادی. هیچ فکر کردی که شما هم هیچ فکر کردین که اون چی میخواد؟ هیچ فکر کردین که یه بچه احتیاج به مادر داره؟ درسته که اختیار بچه‌تون رو سپردین دست من، ولی من نمیتونم پدرش باشم، نمیتونم رفیقش باشم، نه مادرش. سرتون رو اینهو کپ کردین زیر برف و دور براتون رو نمیبینی خانم. بس کن دیگه، داری اون روی منو بالا میاری یا؟ همینم کم بود که جنابالی به من درس محبت و بچه داری بدین. بالاخره دمخور بودن تو با بچه‌ام برام مصیبت به بار میاره. اصلا به خاطر خودش هم که شده ها، همین امروز میفرستمش توی پانسیون که هم خیال اون راحت بشه هم خیال خودم. در زن به وجود شما هم دیگه احتیاجی نیست. نه باشه باشه. کریم تو کجا میری علی؟ بسه ببینم، گفتم تو کجا میری؟ تو خیلی بدی، من با کریم میرم. آخه چرا؟ ببخشید جواب تلفن رو بدم. خواهش میکنم دارم پسرم، از این موتور خوشت اومد؟ از همین رنگش میکنم. آره برات میخرم پسرم. آره آلو بله هست آقا، ممکنه یه دقیقه بیرون اینجا؟ من آقا بله با شما. بفرمایید آقا، فرمایش بله. فرمایش که خیر، راستش دلم به حالت میسوز، یعنی بیشتر به حال اون زبون بسته. مگه اون چشه؟ وقتی یاد پای شکسته و کمر گچ گرفتش میافتم دلم کباب میشه. من نه. آره بابا، آخه بابا خیلی دل نازکه. من که سردر نمیارم آقا، این چیزا به من چه مربوطه؟ حیف و صد حیف به این هیکل قشنگ که تا آخر عمر باز در با داغون بمونه. من علی. آره بابا. چرا پرت و پلا میگی عمو؟ بچه من که چیزیش نیست. بچه منم چیزیش نبود، ولی حالا نگاش کن. برو بابا، برو یه چشمه واسه آقا را برو تا حالیش بشه. برو قربونش برو. آخه بابا را رفتن که خجالت نداره، از این آقا خجالت میکشی؟ برو جونم، برو قربونش برم. برو برو یه چشمه واسه آقا بیا، مادرت بمیره، مادرت بمیره. داشش بدتر از اینه، داشش خیلی بدتر از اینه. طفل معصوم تا آخر عمرش باز همینطوری شل بزن. من علی. آره بابا. مرزش چی آقا؟ موتور؟ اون موتور بچه های منو به این شکل شمایل انداخته. لاکردار لغت میندازه. من علی. آره بابا، پس واسه چی چند ساله اینجا باد کرده؟ آره بابا، برشته ببر. خیلی ازت ممنون آقا، مفتم به دره ببر. جونش خلاص کن بچه جان. بازی دیگه بسه بانش و بانش را بخم بازی. ببرش بچه تو که از سر راه نهی بردی. ای آقا، حضرت آقا کجا؟ موتورتون یادتون رفت، مگه نمیخواینش؟ نگرش دار تا عتیقه بشه. آقا خیلی ازتون ممنون. سلامت. صبر کن آقا، صبر کن، صبر کن. عجب کلکمو گرفتم. کلک مرغابی دارم. آی دیوونه های احمق. چی شو؟ این دفعه چه دست گلی به آب دادین؟ چرا داد میزنی؟ چرا فوش میدی به خودی؟ پدرتون رو در میارم، بیچارتون میکنم، بیدمتون دست پاسبان. داد نزن بابا جون، گوش کن چی میگم. بچه به هر قیمتی که شده این موتور رو میخواد، این موتور لعنتی پدر تا این بچه رو در برده. با بریم به ایمونش میاریم. من نهدی. آره بابا، باید بریم. الان به ایمونش پاسبان. بازم که داری دنبال مشقات میگردی؟ آخه چیز شده خانم؟ این دفعه دیگه چی شده؟ چیز شده خانم؟ یعنی بازم جا گذاشتیم خونه خانم، یادمون رفت بیاری؟ لابد بازم تو اون کتاب چت نوشتی؟ بله.
بفرمایین خانوم، همیشه تو اون کتاب چشمی نویسه. دیگه داری شورشو در میاری تنبل، نمیدونم با تو چی کار کنم. جریمه، جریمه بهش بدین خانوم، جریمه معجزه میکنه خانوم. پارسال که مام همش تو اون کتاب چمون مینوشتیم، از بس خانوم به ما جریمه داد، حالا دیگه همش تو این کتاب چمون مینویسی. جلوی خانم معلم، مگه دروغ میگم؟ فعلا 30 تا جریمه بنویس تا بعد. نه خانم، 50 تاش کنی این تو سرراست بشه. بی خودی به من نگاه نکن، من که واسط نمینویسم. واسط چی؟ من تو الان همیشه پولش رو بهت ندادم. نرخ بالاست، معاملمون نمیشه. یعنی از 20 تومنم بیشتر؟ آره جونم، دوبلش کن. آخه خیلی زیاده، من از کجا بیارم؟ خیلی خوب، شاید بشه با 30 تومن کریمو راضیش کرد که واسط بنویسه. نفهمیدم، پس من پنچیک نخورم؟ کوف بخور یا جریمه یا پنچیک. بکن. متشکرم. بچه ها، تو شماها کسی هست که مایل باشه در مسابقات دو بلامانه خردسالان شرکت بکنه یا نه؟ اجازه آقا، جایزم داره آقا. جانم، جایزه که داره. آقا چند میارزه آقا؟ ارزش یک جایزه هیچ وقت به قیمتش نیست جانم، مهم به دست آوردنش. واسه ما قیمتش مهمه آقا. یه کاپ داره 500 ارزش کن وانست. داری جر میزنی؟ مگه تو به جدت قسم نخوردی؟ پس بذار کاپو بفروشیم دیگه. کدوم قهرمان تال جایزش فروختی که تو میخوای بفروشی؟ من میفروشم، به خاطر اون موتور هر کاری از دستم بر بیاد میکنم. موتور رو همیشه میشه خرید، ولی قهرمانی رو هیچ وقت. من موتور رو میخوام، من فقط موتور رو میخوام. پس تو قهرمانی؟ فکرشو بکن وقتی مادرت واسه جشن تولدت بیاد و ببینه که پسرش کاپ قهرمانی گرفته، چه حالی بهش دست میده؟ بیاد افتخار میکنه، به همه میگه که پسرش یه قهرمانه. تو روزنامه ها عکستو چاپ میکنن، ممکنه یه روز از مادرت هم معروفتر بشی. من میتونم قهرمانی موتور سواریم بشم؟ آره که میتونی، فقط باید صبر کنی تا پول موتور جور شه. از کجا که تو اون موقع باشه؟ اونش با من، هر روز بهش سر میزنم و به اونشم میدم که واسه اون نگرش داریم. کردم مامانم. اگه مامانت هنوز نیومده؟ هنوز نه، بیا تو. ننه تو برو، ساعت 8 بیا عقبم باشه. چشم آقا، خداحافظ. باره بریم کچلی عزیز، بریم آقا بگیر. باره بابا چیم تولدت مبارک. مامانم، پس مامانم کو؟ اون نتونست بیاد، ولی برات یه گیتار قشنگ فرستاده. بگیر وازش، خیلی قشنگ. بیاریش، بیا وازش کن. چرا مهتری وازش کن؟ گیتارش برقیه، از اونه که دوست داری؟ وازش کن علی جون. شب کن علی، گوش کن ببین چی میگم. تو نباید ناراحت بشی، اون امشب یه برنامه تلویزیونی داشت، باید میرفت. از همتون متشکرم که به جشن تولد من اومدید. دیگه جشن تموم شد. موسیقی
سلام علیکم. میگم علی جون هیچ کار خوبی نکردی که مهمونتو بیرون کردی ها. اونا واسه خاطر تو اومده بودن اینجا. خب چرا حرف نمیزنی؟ نکنه خیال داری منم اینجا بیرون کنی ها؟ راستی تولدت مبارک باشه. نگاه کن چی واسه تو بردم. اول نعلش خریدم که بعد بتونم اسبشو بخرم. خوب نگاش کن لباسای موتور سواریه. بزن بابا دلم ترکه بکشه که خونده ما شدی سرش بابا بگی دستمال چیز واسه بیرم صافی اینقدر به خودت فشار بیار تا آخرش یک کاری دست خودت بدی چیزی نیانه خوب بشه بلند شو بیا بازی کنیم بلند شو
فوراً تهیه کنید. برمیگردیم تهران. قراردادتون چی میشه؟ جواب اینا رو چی میدی؟ کنسلش کن. بچه‌م مهمتره یا قرارداد اینا؟ گریه کرد و قصه خورد که از دماغش خون باشد. من احمقم، خیال کردم خون دماغ شده. روز بعدم نه چیزی خورد و نه با کسی حرفی زد. این بره ای که از مادر جداش کرده باشن یه ریز مادر میکرد و بهانه شما رو میگرفت. به هر جایی که از شما خاطره ای داشت سر زد. سوار اسب بود که یه و حالش به هم خورد، دوباره خون دماغ شد. فوری رسوندمش دو که مامان جونم. علی چی؟ علی جون چی؟ مامان چه کجا بودی؟ خیال کردم بازم رفتی. نه قربونت برم الهی، من پیشتم. مامان دیگه منو تنها نمیذاری؟ هیچ وقت عزیزم، هیچ وقت. بیا مامان. بازم داره خون میاد. آزمایش ها تشخیص ما رو تایید کرد خانم. متاسفانه مرض بدجوری در بدن بچه ریشه دونده. باید به عرضتون برسونم علم پزشکی همه مسائل رو حل کرده، ولی شما بچه رو دیر رسوندین و مرض بدجوری به همه جای بدنش سرایت کرده. به این جهت دیگه کاری از دست ما ساخته نیست. خواهش میکنم آقای پروفسور، تو رو خدا به من کمک کنی. هرچی پول بخوایم بهتون میدم. بفرستینش خارج، از اونجا براش دکتر بیاری. اونا هم همون کاری رو میکنن که ما کردیم خانم عزیز. معالجه این مرض در تمام دنیا یکسانه. اونا هم همین تشخیص میدن که ما دادیم، و چون متاسفانه شما اهمال کردین و بچه رو برای معالجه دیر به بیمارستان رسوندین، دیگه کاری از هیچ کس ساخته نیست. توکل بکنید به خدا. من نکن اومدی بازم مامانم رو ببری. نه عزیز من، نیومدم که اونو از تو جدا بکنم. هیچ وقتم نخواستم این کارو بکنم. من تو رو دوست دارم بیشتر از هر چیزی که تو دنیاست. نمیخواد منو دوست داشته باشی، برو بچه خودتو دوست داشته باش. تو میدونی که من بچه ندارم، اصلا هیچ کس رو ندارم. تو هم میدونستی که من چقدر مادرم رو دوست دارم، ولی همیشه اونو به خودت میبردی و منو تنها میذاشتی. یه چیزایی هست که تو ازشون سردر نمیاری. تو نمیدونی که مسئولیت و قرارداد و اینجور چیزا یعنی چه. من تقصیری نداشتم، این مادرت بود که باید به قراردادش عمل میکرد، ولی دیگه تموم شد. اون تمام قراردادش پاره کرد که دیگه همیشه پیش تو بمونه. اگرم فکر میکنی که بودن من تو رو ناراحت میکنه، همین الان از اینجا میرم و دیگه هم هیچ وقت بر نمیگردم. نه اینجا، نه تو خونه و نه هیچ جایی دیگه. سب کن، این چیه؟ این یه هدیه است، برای تو آوردمش. اگه نخواستی میتونی بندازیش تو. نه، من هیچ وقت کدوی رفیقم رو دور نمیدازم. متشکرم رفیق. مارتین کوچولو سوار بر اسب از جنگل آمد بیرون و جلوی خانه خود نگه داشت. وقتی وارد خانه شد دید سگ بزرگش خرگوشی را به دندان گرفته و جلو می آید. مارتین ناراحت شد و خرگوش را گرفته رها کرد. من جونا کریم اون موتور دستشو میگن. ببینم آخ کریم، تو اصلا جد داری؟ راستشو میخوای؟ نه، ولی کاش داشتم. نکنه فکر تو کلته، بازم اومدی یه مشتری دیگر رو پر بدی؟ آره نه آقا، اومدم این موتور رو بخرم. مبارکه، ولی پولم کفافش نمیده.
پس چجوری میخوای بخریش؟ به قیمت مردونگیت. برو عمو، این کلک ها دیگه کهنه شده، از ما چیزی نمیماسه. خیالت با کی طرفی؟ با یه انسون. انسونی که درد یه انسون دیگه رو حس میکنه. ببینم آقا، تا حالا بچت مریض شده؟ تا حالا شده قولی بهش بدی و نتونی انجامش بدی؟ نه. ولی من یه لاغبا به یه بچه قول دادم که داره جلوی چشمم پرپر میزنه، از دست هیچ کسم کاری ساخته نیست. تنها آرزوش داشتن این موتوره. میدونم که عمرش کفاف سوار شدنشو نمیده. او گدا نیست آقا، کافیه فقط لب تر کنه تا مادرش تمام دنیا رو واسش بخره. ولی اون اینو از من خواسته، از منی که آه در بساط ندارم. من نمیخوام اون آرزو به دل بمیره. شما هر کاری که بخواین من واسه تون میکنم. حاضرم تا آخر عمر نوکری تو بکنم، همینجا تو مغازه واسه ات کار کنم، هر نوشته ای که بخوای حاضرم بدم. به به، چه گلای قشنگی. ولی من تنها نیست، با بچه ها پول گذاشتیم، شریکی خریدیم، همشون دعا میکنن که علی زودتر خوب شه. خدا فرشته های کوچیکو خیلی دوست داریم، دعاشون هم حتما قبول میشه. راستش معلممونم همینو میگه. راستی حالش چطوره؟ خوبه، دلش براش خیلی تنگ شده، منتظره که زودتر برگردی. علی اومدی؟ پس رخش کو؟ رخشو که نمیارم تو اتاق، بستمش تو حیات با آخور. رخش دیگه چی؟ تشریف بیاریم پایین تو حیات ببینیمش. رفتم که زینش باش. آره منم میخوام بیام ببینمش. خودت میدونی که آدمایی مثل من وقتی امیدشون از همه جا قطع میشه به تو پناه میارن، دوای دردشون از تو گدایی میکنن. منم امشب به گدایی در خونه تو اومد. خدایا این زن ناامید از در خونه این آقا بر نگرد. برو خود، برو متوسل شو با آقا، بچه تو از اون بخواه. من بچه ما از تو میخوام، به خدا تا مرادمو نگیرم از در خونت نمیرم. اشهد ان لا اله الا الله.
خدا خدا